ببینید علم اقتصاد خود رو من از یک استادی آموختم به نام دکتر حسین صالحی دکتر حسین صالحی از نظر از نظر در آموختن اقتصاد در بهترین دانشگاهی که ایرانیان تا اون زمان درس خونده بودند در واقع ایشون تلمس کرده بود و درس خونده بود یعنی ما دو نفر ایرانی داشتیم داخل ایران و یک نفر ایرانی در خارج از ایران یا دو سه نفر ایرانی در خارج از ایران داشتیم که اینها در زمانی که من تحصیل می کردم برای اولین بار اقتصاد رو می خوندم اینها برترین های ایرانی در دنیا بودن که یکشون رو حتما شما می دکتر هاشم پسران که تا زمان انقلاب اسلامی ایشون معاون وزارت آموزش پرورش بودن به مدت چند سال با اینکه تازه از دانشگاه کمبریج برگشته بودند دکترهای خودشون رو گرفته بودند و, و بسیار جوان بودند ولی اون زمان دکتر هاشم پسران یا پروفسور هاشم پسران امروز در ایران سمت اداری داشتند و بعد از انقلاب ایشون به دانشگاه کمبریج برگشتند و میدونید که ایشون بالاترین ایرانی از نظر علمی در دنیا هستند چون که ایشون کاندید برنده جایزه نوبل شده بودند و هیچ بعید نیست که در سالهای آینده جایزه نوبل در نهایت به هاشم پسران هم برسد و اولین ایرانی باشه که در عرصه علمی جایزه نوبل رو دریافت کرده ولی در ایران دو نفر ما داشتیم یکی دکتر زنور بود که ایشون استاد اکنومتریکس بنده بودند ایشون استاد دانشگاه شیراز بودند و من بسیار از ایشون در اکنومتریکس آموختم و دیگری دکتر حسین صالحی بودند دکتر زنوز تا اونجا که خاطرم از از دانشگاه پرینستون فارغ تحصیل شده بودند در پیش از انقلاب و دکتر حسین صالحی پس از انقلاب در دانشگاه از دانشگاه یو سی ال ای امریکا فارغ تحصیل شدند که عجیب اینجاست که آقای دکتر حسین صالحی اون زمانی که در دانشگاه یو سی ال ای امریکا بودند در واقع هم زبان افراد بسیار بزرگ اقتصاددانان بسیار بسیار بزرگی مثل انترلیگیتور و دمسیتس بودند که دوستانی که در کلاس اقتصاد کلان ما بودند خاطرشون هست که وقتی از دمسیتس صحبت کردیم به عنوان اولین کسی که حساب های ملی رو مطرح کرد و تدوین کرد از ایشون نام بردیم دکتر حسین صالحی یک در واقع سنت تدریس بسیار جالبی داشتن که من از ایشون اقتباس میکنم امیدوارم هر جا هستند اگر زنده هستن خداوند به ایشون عزت و سلامتی بده و اگر به رحمت خدا رفتن چون سال بنده واقعا از ایشون هیچ اطلاعی ندارم خداوند به ایشون همیشه برکت بده که واقعا بر, بر ما تاثیر زیادی یعنی من به شخصه خیلی به ایشون مدیون هستم و هیچ وقتم نتوانستم این دین رو ادا کنم آقای حسین صالحی می سر کلاس و سوال میپرسیدن میگفتن چه خبر و افراد شروع میکردن صحبت کردن دانشجوی مدتی منتظر بودن کلاس و ایشون درس رو شروع کنه شروع میکرد و دوستان مختلف اخبار مختلف رو مطرح میکردن و همون خبری رو که مطرح شده بود در کلاس حسین صالحی میگرفت و از اون خبر اون خبر رو رفت میداد به مطلبی که قرار بود در کلاس تدریس کنه و ما آخر کلاس میدیدیم که کاملا اون مطلب رو آموختیم با اخبار روزی که خیلی با اون آشنایی داشتیم و در اون محیط داشتیم زندگی میکردیم